اینم تو که خواه میشد یا چی می بود جانم دست میزد. در سیاهی نیمه شبی نصب به کودکی تجاوز شد. نه در کوچه پس کوچه ای توسط جوانکی جاهل، بلکه در خانه خودش، در اتاق خودش توسط پدر خودش. خاطره از زمانی که کودکی بیش نبود، موارد تجاوز پدرش قرار گرفت و این تعرض برای 13 سال و به صورت مداوم ادامه یافت. من خود دختر بودم، پدرم از ایران آمد، بدن لمس کردن بدن مرا شروع کرد. بعد از لمس کردن بدنم ما رفتم پیش مادر کلانم، پیش مادر پدرم. گفتم پدرم این قسم میکنه، چرا این میکنه؟ بخاطر ما یک دختر خرد بودم، نمیفهمیدم که چرا قسم میکنه. او گفت که ناز پدر است، تشویش نکو، فقط محبت یک پدر است. بالاخره ایستا ایستا و یک شب که الکل نوشیده آمد به خانه، پدرم بدن به ما پیش همه تجاوز کرد و مادر کلانم کوکوهایم، اما هیچ کس چیز نگفت. در پی این تجاوز، خانواده خاطره برای حفظ آبروی خانوادگی در صدد مخفی نگه داشتن این قضیه شدند و از او خواستند خاموش بماند. فقط تو آرام باش، به هیچ کس چیز نگو. و کاکایم گفتم این خواهی گناه است، پدرم با من تجاوز میکنه، همه روز شما میبینید، پس چی است؟ با من گفتن که ما چیز نمیتونیم، مگر تو هم باید با کس چیز نمیگی. خاطره در طول این سالها 7 بار از پدرش حامله شد. در این مدت او برای حل مشکل خود نزد پلیس و مولای محل مراجعه کرد، اما با گفته خودش هر بار جواب منفی گرفت. در طول 13 سال ما بار پیش پلیس رفتم، به خاطر که پدرم شناخت داشت و واسطه داشت، پول داشت، میداد و دوباره آزاد میشد. خاطره پس از تقلای بسیار و بی‌نتیجه تصمیم گرفت این مسئله را رسانه‌ای بسازد. و ما رفتم به تلویزیون. وقتی به تلویزیون رفتم، بدن محکمه به ما زنگ زد که بیا. وقتی محکمه رفتم، به ما گفت به اثبات برسان که پدرت به تو تجاوز کرده. ظاهرا خاطر از خانه امن هم خاطرات خوشی ندارد و وضعیت آنجا را بدتر از بیرون میداند. ما به خانه امن رفتم که ما خود در امنیت احساس کنم، مگر وقتی اونجا رفتم درست از تجاوز نبود، درست از مرد بیگانه نمی آمد داخل، کسی اجازه نداشت داخل بیای از مردینه، مگر اونجا بدتر از این میشی و قضیت رسیدگی نمی کنن، فقط به تو میگن که منتظر باش. او بالاخره با همکاری یکی از افراد مقیم امریکا زمینه انجام آزمایش DNA را در خارج از کشور به دست آورد. در نتیجه مشخص شد که خاطره مادر دو کودک پدرش است. قصه مرا یک کس در امریکا خوانده بود، پدرم گفته بود ما حاضر هستیم که تست DNA انجام بدیم. به خاطره بعدن در وزارت داخله تست DNA گرفته شد و به امریکا ارسال شد، روان شد. بعدن دوباره نتیجهش به افغانستان آمد که ما دو طفلی که دارم از پدرم است. بعدن تا فعلا پدرم رفت به زندان، مگر گفتن که حکم اعدام، مگر تا فعلا حکم اعدام نشده. سهرامانی فیلمساز از زندگی خاطره فیلمی ساخت و این فیلم در جشنواره‌های متعدد به نمایش گذاشته شد. خاطره اکنون با دو کودکش در فرانسه زندگی می‌کند و آرزو دارد درس بخواند و زندگی جدیدی را آغاز کند. می‌خوام درس بخوانم، می‌خوام مثل ما که کس قربانی میشه با اونا کمک کنم. او تزی جبر کجا بشه؟ سحر رحیمی، روزنامه 8 صبح، کابل.